سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. سیرک وطن فروش ها اتفاقات فوق‌العاده‌ای داره درش میفته. مثلا شما توی سیرک اگه یه دفعه ببینی شیره رفته ائتلاف کرده با مثلا تومه خودش، یا رفته مثلا شیره با خره ائتلاف کرده، تعجب میکنی داداش چجوری شد این؟ مثلا درنده است، اونم چی چیه؟ کی این اتفاق افتاد؟ خب جدید عجیبه و قابل تامل و این اتفاق داره میفته در سیرک وطن فروش ها، این اتفاق داره میفته. و خواهر منافق و بچه شاه با اتفاقاتی که این ماها به ویژه پیرامون کومولو و تجزیه طلب ها رقم زدن، ثابت کردن که اینا پانفارسن، اینا معترض به حکومت ایران نیستن. ببین سر یه میز وقتی همه پانها نشستن، پانکرد نشسته، پانترک نشسته، پان عرب نشسته و تو بلند میشی میری اونجا، تو دیگه ملیگرا نیستی، تو پانفارسی. و با اونا به این جمعندی رسیدی که آقا تمومش بکنیم به اسم فدرالیسم، هر کسی یه منطقه، منم یه تاجی بذارم رو سرم، یه طویله ای بهم تحویل بدن برم اونجا حکومت کنم دیگه. این که نمیشه که، چند هزار سال مملکت پادشاهی بوده، با بزرگ ما حکومت کرده، بابای ما حکومت کرده، به ما که رسید شد انقلاب 57. حالا بیاید یه صحبتی بکنیم، هر کی یه جایی رو بگیره ما هم یه نقطه‌ای رو پادشاهی کنیم دیگه. داستان این شکلیه، داستان این شکلیه. و یه چیز مهمتر خدمت شما عرض کنم، آقا توی این نشستی که برگزار می‌کنی، عبدالله محتتیش اومده، بچه شاه بلند شده اومده، اون مسئول اجرا قمکل اومده، خواهر منافق کجاست؟ یعنی مثلا حضور داره، حضور حامد اسماعیلیون که میگن مهره ایناست، راست دروغه؟ چه جوری حامد اسماعیلیون حرفی علیه سازمان منافقی نزده؟ خلاصه حرفی که اومده زده، گفته اینا مشروعیت تو ایران ندارن، مشروعیت من علیشون شاه حکومت نمیتونه بکنه. خب این تخریب اینها نیست، این روایت ماجره، روایت ماجره، اینا رو تخریب نکرده جایی، داره یک روایت ارائه میده. پس یه جوری بازی ظاهرا این یه جوری متوجه شده تو این بازی که باید اینا رو نزنه. حالا یه حرفایی بزنه که مخاطب مرزبندی ازش احساس کنه، ولی اینا رو نباید بزنه. یه خورده بریم جلوتر، انگار که نماینده‌ای دارن در جمع بچه شاه و مسئول جد قومکلا و تجزیه طلب ها. دارم اشتباه میکنم؟ بریم ویدیویی که در روزهای گذشته منتشر شده و بسیار رو حیرت زده کرده با هم ببینیم صحبتی حامد اسماعیلی، برمیگردیم نکات ویژه‌ای دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینیم ویدیو رو. You all know that in 1980s, Islamic regime executed thousands of MEK members. They were like 18-year-olds or 19-year-olds that they were just supporting this organization. They were acting on behalf of that organization, and that they got executed without any fair trial. And even when they were in prison and they were supposed to be released, all of a sudden Islamic Republic decided to execute all of them. Thousands of them. I know, for example, for instance, for it was 1982, now there are statistics out there that more than 3,000 were executed in 1 year. And in 1988 also, there were members of MEK that they were executed. Nobody can deny the right of those families for justice. We you know, our organization and other people active in transitional justice in Iran, we will try, we'll do our best in future to have justice for those victims. خیلی خوب، بسیار واضح، روشن و دقیق بود، نیاز به توضیح بیشتر نداره. حرفی که حامد اسماعیلیون زد من به طور خلاصه برای دوستانم بگم، گفتش که در حالا به تاریخ خودمون بخوایم، تو دهه 60 تعدادی از عناصر این فرقه که 18 سالشون بوده، 19 سالشون بوده و جرمشون همکاری با این فرقه یا علاقه داشتن به این فرقه، گروهک منافقین بوده، توسط حکومت ایران اعدام شدن. حالا اعدام شدن، آقا اصلا میگیریم کار بدی صورت گرفته. خوبه تو رو سننن، تو درباره خودت صحبت، تو نماینده اینایی مگه؟ وکیل اینا که همیشه پشت سر توئه، درسته؟ تو نماینده اینا هستی. نشستن با خودشون گفتن یه منشوری بنویسیم همه بیان، تجزیه طلب هم بیاد، چون این آدم داره تو تجمعاتمون تو اروپا جمع میکنیم، از بالا فیلم میگیریم، حالا پایین پرچمای تجزیه طلب باش کنیم، از بالا فیلم میگیریم، بعد به همه میگیم اینو پرچمای ایران بوده، میکنیم تو پاچه رسانه ها. ها پس تجزیه طلب بیاد، خواهر منافق هم بیاد، خواهر منافق نمایندش فلانی باشه، بچه شاه هم حضور داره به عنوان یک پانفار در کنار پانکورد نشسته اونجا تو جلسه، مسئول نژاد قومکلام هست. خوبه نه؟ واضی قشنگی. هر کدوم از اینها دور هم جمع شدن، دور این میز یک نماینده داره. این مردک اینجا چی گفت؟ گفتش که باید مسئله گروهک منافقین هم پیگیری کنیم. تو نمایندهشونی دیگه. تو اصلا آمده ای برای اینکه اینها دور هم بنشینن، یک هماهنگی داشته باشن. بعد چیو پیگیری بکنی؟ برگشته میگه توی دهه 80 چندین نفر از اینها، چند هزار نفر از نیروهای اینا کشته شدن، بعضیشون 18 سالشن، 19 سالشن.
چرا؟ به خاطر اینکه از این فرقه حمایت میکردن. یه دور برگردیم توی دهه 60 ببینیم چی اتفاق افتاده. یه کشوری هست به نام ایران، چند هزار نفر از جوانانش که یک عدد بسیار عجیب و غریبی هست، رفتن ایستادن در مقابل صدامی که از شوروی تا آمریکا ازش حمایت میکردن. دو تا ابرقدرت هم با هم کلکل داشتن، سر حمایت از صدام علیه ما با هم متحد بودن، ازش حمایت میکردن. اومدن کنار صدام ایستادن. بچه های مردم رفتن با این صدام مقابله بکنن، خرمشهرشون رو پس بگیرن، نقاط دیگر رو پس بگیرن، از ایران دفاع بکنن که کشور اشغال نشود. تا اینجا همه چیز روشنه، درسته؟ حالا عده‌ای آن سوی مرز به کشور شما حمله کردن، اینا ایرانی هن. اطلاعات نظامی در اختیار صدام قرار میدن. پشت جبهه بچه های شما وقتی خسته کوفته برمیگردن، مرخصی میگیرن، اینا ترورشون میکنن، حذفشون میکنن. ساختار سیاسی شما رو با بمب‌گذاری و چیزهای از این دست دارن میزنن که تو اصلا ساختار سیاسی در هنگام دفاع از کشور در مقابل صدام نداشته باشی. همه این کارها رو انجام دادن. حالا اعضایی هم در زندان دارن که این اعضا حتی به طور نمایشی حاضر به اعلام براءت از فرقه‌ای که داره به صدام کمک میکنه، لشکر فارس زبان برش تشکیل داده که به کشور حمله میکنه، حاضر به اعلام براءت از این نیستن. با اینها چیکار باید کرد آقا؟ واکنش ما نسبت به اینها چی باید باشه؟ اگر پهلوی یه جایی در تاریخ خودش بیاره، قاجار یه جایی در تاریخ خودش بیاره، صفویه و هخامنشی و کجا یه جایی در تاریخشون بیارن که عده‌ای رفتن در شرایطی که جوانای مملکت داشتن از کشور دفاع میکردن، عده‌ای رفتن کنار دشمن ایستادن و اون حکومت اینا رو با خاک یکسان کرد، اگر همچین چیزی بیاره، من میگم اون حکومت مردمی بوده، من میگم اقدام اون حکومت در جهت منافع ملت ایران بوده، من میگم اقدامی که کردن برای زدن و تنبیه و در هم شکستن این جنایتکارها برای این بوده که به کشور خدمت بکنن. آقا دارم اشتباه میگم؟ از این جماعتی که از عملیات مرساد فارغ شدن و تونستن فرار بکنن، صدام اومده با ما قطعنامه رو امضا کرده، بعد اینا حمله کردن به کشور. چند روز بعد از قطعنامه اینا حمله کردن به کشور. در عملیات مرساد رحمت خدا بر صیاد شیرازی تارومار کرد اینها رو. جهنم برای اینها درهاش رو باز کرد که اینها دونه دونه برن سمت جهنم. چند تاشون فرار کردن. صدام سرنگون شده. اینا کجا رفتن؟ رفتن یک دریوزه پیدا کردن تو عربستان، فهمیدن اون با ایران دشمن، اون صدام دوم در کنار او ایستادن برای دشمنی علیه کشورشون. آیا تنبیه این جماعت در دهه 60 کار غلطی بوده؟ اگر جمهوری اسلامی یک کار درست انجام داده باشه، این بوده که داعشی های شیعه رو در دهه 60 محاکمه کرده. و من به خاطر این یک کار دمت گرم میگم به جمهوری اسلامی. چرا از صدام عقب نکشیدید؟ چرا از صدام حمایت کردید؟ چرا در کنار صدام بودید؟ چرا در زندان ها توبه نکردید از ایستادن در کنار فرقه ای که در دامن صدامه؟ چرا سازمان منافقین وقتی عملیات مرساد رو برپا کرد، در نقشه هایی که کشیده بود بر این تاکید داشت که باید در زندان های شهرها رو پیدا بکنه، زندان کرمانشاه، زندان کجا، زندان کجا، به قزوین رسیدید، سراغ فلان زندان برید؟ چون این شبکه قرار بود اقداماتی انجام بده و به درستی باش برخورد شد، به درستی تنبیه شد. و این تأسف آوره که عده ای اراذل و باش دور یک میز جمع شدن، خواهر منافق هم اونجا نماینده داره برای اینکه حرفای اونم بزنن، و این بی غیرت های بی شرفه بی همه چیز ایستادن بدون اینکه ذره خجالت بکشن، بدون اینکه ذره شرم بکنن، و راحت و رسمی و علنی متحد شدن و با کسانی که اینها لشکر فارس زبان صدام در 8 سال جنگ علیه ایران بودن. یه جایی هست به حکومت ضربه میزنی، یه جایی هست رفتی ایستادی در کنار صدام، رزمنده که اومده مرخصی توی تهران پیدا کردی ترورش کردی. یعنی بچه مردم رفته اونجا گلوله صدام بهش نخورده، اومده تهران گلوله اینا بهش خورده. از اینا نجاست‌تر دیگه پیدا نمیشه. و این نجاست ها امروز در کنار یک میز نشستن، دور یک میز نشستن در کنار بقیه بی وطن ها و بی همه چیزهایی که علیه ایران دارن. این اتفاق البته اتفاق خوبی از نظر من، به خاطر اینکه تیر خلاصی است که این اپوزیسیون باید به خودش میزد. این تیر خلاص باید میخور که خیلی ها بفهمن اینها با سازمان و منافقین و تروریستایی که آن سوی میدان نشستن و به کشور خیانت کردن هیچ فرقی ندارن. بریم ویدیوی بعدی رو با هم دیگه مرور بکنیم. فیلم دیگری در رسانه ها منتشر شده. این فیلم هم مربوط به کانادا هست. معصوم علیزاده قومی‌کلا رو آوردن اظهار نظر بکنه درباره اتفاقات کشور و حرفای از این دست. اجازه بدید من متن رو بیارم. بله. یه جایی در صحبت خودش اعتراض میکنه به حکومت کانادا، آقا شما چرا از ما حمایت حداکثری نمی‌کنی؟ فردی اونجا حضور داره در این مراسم، دبیر پارلمانی وزیر خارجه کانادا. این آدم زمانی که میشنوه میگه این عجب آدم بی پدر بی مادری هستن، اومدی تو کشور من نشست برگزار کردی، خواهر منافقت اومده ما آنلاین جلسه گذاشتیم توی پارلمان اون بوده، اون پسر اسماعیلیونت
رهبر جدید اپوزیسیون بعد از تصادف همسرش، این اومده تو کشور ما تو جلسه پارلمان اون حضور پیدا کرده. تجزیه طلبات رو دعوت کردم، عبدالله مهتدی بعد از جلسه که با بچه شاه داشته رفته نشسته با تجزیه طلبها در کانال جلسه گذاشته. همه کار من برای شما کردم، بعد نمک نشناسه اومدی میگی چرا از ما حمایت میکنی؟ اصلا اشتباه کردیم از شما حمایت کردیم. ببین نمک نشناس بودنه اینها رو کانادا هم فهمیده. فیلمو ببینی برمیگردیم نکات دیگه رو خدمت شما عرض خواهم کرد. Celebrated Nowruz. اینکه داره میره. I love it when politicians speak in English. They say Eid Mubarak, Nowruz Pirouz. They say زن زندگی آزادی. It is beautiful. اینا هم فهمیدن این آدم چقدر نمک نشناس و نمک برام. من این چیزی به شما بگم، کسی که با نمک نشناس ها و نمک به حرام های ایران دست بده کارش تمومه، چون اینا نحسن. اثبات کنم به شما، اثبات کنم بهشون، دو تا مثال میزنم. خواهر منافق و تیمش دست دادن به صدام، صدام کمی بعدتر سرنگون شد. همه دنیا با صدام بودن. آخه تو باید بتونی بازی در مقابل ایران ببری. من تازه انقلاب کردم، تجزیه طلبم از درون داره حرف میزنه، ساختار سیاسی مشکل داره، همون ساختار مشکل داره و دارن بمب میذارن هر روز میفرستن رو هوا. تو اصلا شوروی و فرانسه و آمریکا هم همه پشتتن، تو باید بتونی وسط منو جمع کنی. صدام نتونست. چرا؟ چون دست داده به این نسل‌ها. فرانسه اخیراً یه اتفاقی درش افتاد. نه من ناآرامی‌هاشو نمیگم. اون دیدار مکرون رو میگم با مسعود اجداد قومی‌کلا. اینا اومدن در یک دیداری با هم گفتگو کردن، من یک دستی دادن از فرداش فرانسه ریخت بهم. این جماعت نحسن، این جماعت نحس هر کجا قرار میگیرن اونجا دوچار بحران میشه. حالا نمیدونم این کانادایی‌ها به اینا دست دادن یا نه، ولی اگه زرنگ باشن فقط صرفا به اینا تریبون دادن اینا یا لگدی به ایران بزنن. اگه نظرنگ نباشن احمق باشن یه دستی هم دادن. حالا بعد بریم جلوتر ببینیم که فضای کانادا چگونه خواهد شد. این بعضی بخشی از فیلم‌ها و تصاویری است که این روزها در رسانه‌ها منتشر میشه. فیلم دیگری هم منتشر شده از ابراهیم حامدی، خواننده ای که با نخواندن خلیج فارس خیلی معروف شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت. قبلش هم معروف بوده، قبلش هم ما نمیخوایم بگیم معروف نبوده، ولی این خیلی برای خیلی حیثیتی شد. اظهار نظری داشته به بهانه یک گفتگوی نوروزی درباره مردم ایران و درباره کسانی که توی اعتراضات در کنار این جماعت بودن. بریم این رو ببینیم، برمیگردم نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. یک چیزی من رو خیلی عصبی کرد و اون اینه که قشن خاکستری اصلا خودشو نشون نداد. خیلی بیشتر ازش انتظار میرفت. مثلا چند سال میتونم زندگی بکنم و چند سال میتونم با خفت زندگی بکنم. 7-8 سال دیگه زندگی کردم به این صورت چه فایده داره؟ این پیرمرد خرف اونور دیگه داره عرعر میکنه، همچنان عرعر که میگه صداش در نمیاد تو کنسرت. بازم مردم میرن اونجا بهش پول میدن. بعد خطاب به اینا که تو داخل ایران این بچه مچه‌هایی که تحت تاثیر قرار گرفتن، میگه چند سال میخوای با خفت زندگی کنی؟ 10 سال 20 سال؟ نه، شاید اندازه تو زندگی کرد خرفت، شاید اندازه تو زندگی کرد تهش هم اومد یه خلیج فارس هم خوند، خیلی حال کردن. چرا این شکلی به قضیه نگاه نمیکنی؟ نه نه، برای خودشون آدمای از جنس خودشون ماجرا رو متصور میشه. اینا رو اومده همراهشون کرده، تحریکشون کرده، تو خارج از کشور نشسته، اینا تو ایران آشوب کردن، مجازات شدن، جنایتکار شدن. بعد از همه اینها حالا داره بهشون تیکه میندازه که شما خوب کار نکردین، چند سال اومدین چیز کردین، چقدر قرار زندگی بکنید. حالا ادامه صحبتش رو ببینید، ببین خطاب به اینا چی داره میگه. به خدا زندگی کردنش بهتر آدم بره در یک بیابونی خودش رو، یک قسمتی خودش رو، ذهنش رو. یعنی مثلا تو خلیج فارس نمیخونی، غیرت رو وطنت نداری، نمیری تو بیابون خودتو خلاص کنی و این بچه ها برن خودشون رو خلاص بکنن. چرا؟ چون وطنشون رو مهم نریختن که شما بی پدرها استفاده بکنید. عجب موجوداتی کثیفی هستید شما. و من این رو لازم از خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم، همه درد اینا چیه؟ آقا این کنسرت رو راش بندازیم تماشا بره دیگه. یه هفته، دو هفته، آقا پنج ماه این حکومت سر جاشه. عربستان رفت باش گفتگو کرد، فلسطین ریخ به هم، تل آویو ریخ به هم، فرانسه ریخ به هم، این سر جاشه، این تکون نمیخوره. ما باید کنسرتمون رو برگزار کنیم. حالا یه چهار تا فوش به این بچه‌ها میدیم، میگیم بچه‌ها ورزه نداشتین کاری بکنید، شما خراب کردید بازی رو. بعدم دیگه یواشوش بریم تو فاز کنسرت دیگه، این دیگه اگه جایی باید در بیاریم، چجوری به کسب درآمد اینا برسیم، زندگیمون تطریش. این بی همه چیزا این شکلی هست. سلبریتی جماعت این شکلی، چه اونی که داخل ایرانه، چه امثال این بی همه چیزی که خارج از ایران راه خودشون رو در جهت خیانت به وطن به اصطلاح خودمون مشخص کردن. و جالبه که اینقدر صریح و اینقدر اوریان حرفای خودشون رو خطاب به مردم ایران، اون بخشی که هوادار اینا هستن و اون بخشی که
تحت تأثیر اینها هستن دارن مطرح میکنن. موارد دیگری هم بود دوستشم، همه شما هم مرور کنیم ببینیم که این روسا چیا داره گفته میشه، ولی خب خیلی طولانی شد. فقط یه چیزی رو بگم، دیدم شهرام و همایون و امثال اینهایی که فریاد میزدن توی یه ساله میگفتن که این سعودی اینترنشنال تجزیه طلبه، این تجزیه طلبه فلان فلان شده، نرید آقا برنامه‌اشو نگاه نکنید. من به شما گفتم آقا این ترسشون فقط یه چیزه، ترسشون اینه اینجا رهبرسازی بشه بعد به خودشون بیان ببینن سعودی اینترنشنال کمک کرده در تولید ترسلیش معصوم الجد قومی کلا و اسماعیلین و امثال اینا رسمیت پیدا کردن، حالا بچه‌ها اومده پایین شده همتراز اینو بعد بشینه بغلشون. اینا دردشون اینه، اصلا با تجزیه طلبی مشکلی ندارن، با این مشکل دارن که این رسانه بتونه آدم بسوزه در کنار بچه‌ها. دیدم اخیراً اومده پرداخته به نشستن بچه‌ها در کنار عبدالله مهتدی کومله تجزیه طلب. خب الان باید چی بگی؟ تو مگه نمیگفتی سعودی اینترنشنال دنبال تجزیه است؟ الان باید فوشو بکشی به بچه‌ها بگی رفتی نشستی کنار تجزیه طلب، درسته؟ نه، تو برنامه‌اش برمیگرده میگه که اتفاق بسیار خوبی رخ داده، بچه‌ها با پرچم ایران رفته نشسته کنار اینا، به پرچم ایران رسمیت داده. خاک بر اون سرتون بکنن، خاک بر اون سرتون بکنن. فردا روزی این جمهوری اسلامی زبانم لال، خدایی نکرده، با چالش روبرو بشه، شما بی پدر و بی مادرها بخواید به جایی تو ایران برسید، کشور رو هزار تیکه میکنید، بعد به مخاطب خودتون میگید پرچم ایران رو ما تونستیم حفظش بکنید در کنار اینها. توف شرافت شماها بی همه چیزها. تو روی مخاطب نگاه میکردید، سه ماه پیش میگفتید سعودی اینترنشنال داره تجزیه طلبی رو رواج میده، الان ایستادید میگید پرچم ایران رو برد کنار این تجزیه طلبها و تونست توضیح بده که ما پرچم رو تو جلسه شما میاریم. چقدر کثیفی شما، چقدر نجسی شما و چقدر خنگ اون کسی که هنوز نفهمیده شما پانفارسید، شما پانفارس هستید. تو در کنار پرچم اونها دوست داری پرچم خودت هم حضور داشته باشه. ما اشتباه فهمیدیم، متاسفانه پرچم محترم شیر خورشیدی که ما داشتیم در طول تاریخمون بخشی از هویت ما و تاریخ ما بوده، تو اینو داری تبدیل می‌کنی به پرچم پانفارسا و درده که کسی نیست این پرچم رو از دست شما جرسومها در بیاره. رفتن نشستن در کنار یه سری تجزیه طلب بعد میگن که ما پرچم ایران رو بالا نگه داشتیم. نه، اون پرچم خودش رو بالا نگه داشته. تو یه پانفارس هم با اینها پیرامون کلمه فدرال به جمع‌بندی رسیدی که هر کسی در ایران نقطه ای رو داشته باشه پرچم خودتو رو گرفتی. پیچیده تر نکنید بازی رو. همینه، این چیزی که لازم بود خدمت شما عرض بکنم و ماجرای این جماعت بی همه چیزی است که حالا دیگه عیان‌تر دارن خودشون رو نشون میدن. من امیدوارم که رسانه‌ها این مسئله رو صریح با مردم در میون بذارن، به مردم توضیح بدید نقشه راه این بود که خواهر منافق نمایندهشو بفرسته، تجزیه طلب‌ها هم دور یه میز بشینن، این جماعت پانفارس هم بیان در کنار پانکورتا و پانتورکا و بقیه پانها بنشینن پیرامون ایرانی که با کلمه اسم رمز فدرال تجزیه کردنشو با هم بستن، فارسه بره سمت خودشون، بره سمت خودشون، بره سمت خودش. بعد حالا نشستن تو روی مردم نگاه میکنن با وقاحت میگن همچین برنامه‌ای رو داریم. جمهوری اسلامی اگر رسانه داشته باشه، اگر صدا و سیما داشته باشه، غیرت داشته باشه، 4 تا آدم داشته باشه بشینن همین داستان رو بیارن رو کاغذ، تولید محتوا پیرامونش انجام بدن، شرف برای اینها در ایران نمیمونه. من امیدوارم که همچین چیزی رو به زودی در رسانه‌های خودمون شاهد باشیم، این حقیقت با مردم در میون گذاشته بشه و مردم بفهمن که ماجرای این تروریستای سیاسی چگونه است. طولانی ترش نمی‌کنم، فکر کنم تا اینجا کافی باشه. شما اگر نکته‌ای داشتین بحثی بود در قالب پیام برام بفرستین، کمک بکنید که این گزارش به پیام شما کامل‌تر بشه. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.